بر مهمانیاران گرامی، درود بر خورشید سواران، درود بر جنگاوران آزادی بخش سرزمین آریایی، درود بر خردمندان. خردمندی خیلی مهمه، خردمند و دانا و باهوش بایستی باشی. خواهش میکنم امروز خوب به این برنامه توجه بفرمایید و بعد حتی ضبط کنید و به دیگران برسونید. جدا از اینکه اسرار مهمی رو امروز میخوام به آگاهیتون برسونم، نکات بسیار مهم اخلاقی رو میخوام با شما در میان بگذارم که یکی از دلایل شکست ما و گول خوردن دائمی ما بوده. ما چقدر گول خوردیم؟ شما الان بنشینید و بیندیشید که در زندگی هفته پیش، دیروز، یک سال پیش چقدر گول خورد. خیلی راحت گول خوردیم و میخوریم در طول تاریخ، خصوصا وقتی که موارد به میهن پرستی ما مربوط بشه. آخرین خبری که دنیا رو گرفته دیگه، هر جا تو بری در موردش دارن صحبت میکنن، ترور جنرال قاسم سلیمانی است. هر جا تو بری دارن در موردش صحبت میکنن. در بین خارجی های جهان، حتی خود امریکا، حتی اروپایی ها، همه و همه، شما کم در کسی میبینی که اظهار شادی بکنه، به پره هوا و اینا خوشحال باشه. خیلی کم. ولی جو رو یه جوری نشون میدن که یک عده ایرانی نیز خوشحالن. خب هستن. امروز خواهیم این مسئله با هم صحبت کنیم، بدون اینکه بخوایم کسی رو تایید کنیم و تکذیب کنیم. من بهتون آگاهی میدم، اطلاعات میدم، شما باید خودتون داوری بکنید. ما هرگز، ببینید، در زندگی دو جور حرف زدیم. صد بار اینو بهتون گفتم، دو جور حرف داشتیم برای گفتن. یکی این که حرف ما اندیشه ماست، اندیشه های ما منتشر شده و میشه در کتاب ها، در نوشته ها، در مقالات و در برنامه رادیو تلویزیون اندیشه بیان میکنیم، اندیشه های خودمون. اندیشه است، روشم کوتاه نمیان. میگیم خداوند ما اهورامزداست، آیین ما اوستاست، سرزمین ما ایران اهورایی است، مقدس برای ما انسانیت بشره، از هر رنگ و بوی و نژاد و دین و آیین و مذهبی که بود و علاقه. اندیشه است. اما بعضی وقتا خبرتون میکنیم، یه خبری که بهتون میدیم، این خبره، حالا تو هر جور دلت خواست بگیر. مثلا بهتون خبر میدیم که آقا من دیدم عبدالله از امرالله $1,000 گرفت بیاد دکون تو رو خراب کنه. خبرت دارم، تو باید حواست جمع باشه. خبر من نه هوادار عبدالله هم، نه اون، تو رو به عنوان رفیق. حالا وطن هم همینه، ما برای وطن، چون وطن سرزمین ماست، چون وطن رو دوست داریم، خبرها رو به شما میدیم تا وطن پرستا، میهن دوستان حسابشون رو با بقیه بدن. حالا در رابطه با ترور قاسم سلیمانی، تنها کسی که، یعنی تنها باندی که بزرگترین سود رو برد از این قضیه کی بود؟ ببینم ذکاوت تو، ذهنیت تو، شعور تو، خواهم ببرم بالا ببینم این لایک مایک هایی که زدید، یعنی که فرستادید هر باگی گفتیم، کی سود برد از این قضیه؟ کوتاه مدت و دراز مدت، کی سود برد؟ آفرین، خود نظام جمهوری اسلامی. امروز این اسرار رو بهتون سیاوش عرستان میگه. خوب گوش کنید و دقت کنید و توجه کنید. من دیشب با تلویزیون جهانی تل‌آویو، E24 نیوز، مصاحبه داشتم. اولین پرسش که از من کرد اسرائیل تلویزیونش اینه که کی سود برد. جواب دادم. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من باريس المعارض الإيراني دافيد عباسي، وأهلا بكم. أبدأ معك سيد دافيد، إذا هذه العملية واغتيال قاسم سليماني، ربما هل يبدل المشهد الداخلي في إيران؟ مرحبا ومساء الخير أخ محمد سياد. في داخل إيران طبعا بتغير، مع الأسف بده يستفيد النظام الإيراني من هذه القضية، لأن كما تعرفون كان مظاهرات فخمة جدا في أشهر الماضية، ولكن مع قاسم سليماني كما رأيتم في لبنان، في العراق، وحتى في إيران، النظام
استطاع أن يخرج الناس على الشوارع، والغضب غضب الشعبي ومع الأسف استفادة من هذا الاغتيال نظام الإسلامي في إيران مع الأسف. نعم. حالا امروز من میخوام یک سری اسرار رو از قاسم سلیمانی به شما بگم. قبلا زیاد گفتم بهتون، یادتونه؟ خیلی گفتم. خیلی امروز همون رو میذارم ببینید. ولی یک سری اسرار رو میخوام بهتون بگم که نمیدونید. تا حالا من نگفتم، احتیاج نداشته بگم. ببینید، من در طول زندگی هر کار کردم برای ایران بوده. هر کار کردم برای میهنم بوده و هم میهنم. همتونم اینو میدونید. قاسم سلیمانی یکی دو سال قبل از انقلاب من باهاش آشنا شدم. حتی خواهر علی خامنه‌ای وقتی که فهمیدن با من ارتباط داشتیم اینا وقتی ایران بوده، برگشت ایران بردنش بازجویی چندین بار. آقای وحید حقانی چون با قاسم سلیمانی خیلی رفیق بود، وقتی می‌خواستن قاسم سلیمانی رو شروع کنن ترتیبشو بدن، قریب یک ماه بردنش بازجویی. میدونی که وحید حقانی محافظ خامنه‌ایه، با خامنه مجبورش. یعنی چون رجی بنده به حساب کتابی نداری اینا، رو من تا نگفته بودم که این میشستم رفیقشم، خیلی در بودش حرف زده بودم، ولی این نگفت. میگم به قبل از انقلاب با آقای رضا کامیاب، که رضا کامیاب رفیق علی خامنه‌ای بود و اینا موقع آخوندهای بودن که ضد آخوندیست بودن، ضد روحانیت بودن، حرفاشون و کلامشون اینا هست. به بعدش کار نداریم، اون موقع میکنم بهتون میگم. این از کرمان میومد مشهد با این کامیاب، رفته بود اونجا برای سخنرانی، باش رفیق شده بود. با این کامیاب میومد مشهد، میومد دفتر من، چندین بارم اومد خونه ما، اومد غذا هم خورد چندین بارو. بچه خوبی بود و همونجا من که میشناسیم، من از قدیم، ما توی ایران تو مشهدم که بودم ضد روحانیت بودیم، ما ضد آخوند بودیم. کتابای منو، کارای منو همه شما میدونید. وینروالدی که من داشتم، ما همیشه ضد روحانیت بودیم. تو ایران نمیتونستیم اسلام رو بگیم، چون تو سالت دو ثانی میبردن، میگفتیم روحانیت، آخوندیسم. کتاب نوشته بودم من تو ایران، اینا میزدیمشون. قاسم هم مشخصا مثل من فکر میکرد همینجور، و همینجا ما آخوندار مسخره میکردیم، آخوندار دیگر. حتی زمان محمد رضا شاه آخوندار ما مسخره میکردیم، آخوندار مسخره میکرد. ولی خب یه ها جنگ شد، ما فرار کردیم با یک عده دیگه، چند صد هزار میلیون که دو میلیون آوردیم خارج، اونجا موند و تو جبهه جنگ رفت بالا تا رشد کرد. خب من کسی که میشناختمش در جوانی میدونستم که این آدم هست که الان داره برای ایران میجنگه، داره با صدام حسین میجنگه، و تا الانم که مرد برای ایران داشت میجنگید. حال خیلی میگن آها کودک کشه، خیلی چیزا دارم میگن کودک کش سوریه. آقا قبل از اینکه این سوریه برن تیراندازی کنن بکشن، جنگ عراق باشه که این عراق بود که به ما حمله کرد، که این تمام جهان عرب بود که ما حمله کرد، که این قبل از اینکه همین داعش، قبل از اینکه بره داعش رو بکشه، فکر کنی خوبه، قبل اینکه داعش رو بکشه، داعش شروع کرد بود زرتشتی ها رو، کردهای ایرانی رو، چون کردها هم ایرانی، زرتشتی هم ایرانی، دو روز اینا هم ایرانی هم. مسیحی ها رو داشت میکشت، کنیسه های یهودی ها رو آتیش میزدن، همین کار رو میکردن، افتخار میگرد قربونا رو زد. حالا تو جنگ و دعوا اینا نمیخوام الان وارد واسه بحث نمیگم، دارم بهتون خبر میدم، چون دو تایفه شما رو گول میزنن. این دو تایفه رو باید خوب مواظب باشید. اون دو تایفه هم بهتون امروز میگم کی هستن. قاسم سلیمانی در هنگامی که در قدرت بود کمک های بسیاری به ایران آریایی اهورایی کرد. یزدان گواه. این فکر الان میان میگن رضا شاه رو حدشاد میلیون میلیون چلو کردن میگن، ولی هیچ گروه دیگه توانایش نداشت کار بکنه، چون همیشه یکی دیگه از عشقهای قاسم سلیمانی رضا شاه بود. یه بار اومد تو دفتر من، عکس رضا شاه رو دید، دفتر شقایق من، بچه اول کوچه تلفن خونه مشهد شقایق، اومد بالا، همون عکس رو خامنه‌ای دو روز قبلش دیده بود تو دفتر من، همین سید علی خامنه‌ای به من گفت آقا شما رو چه با اینا. گفتم من افتخار میگم به رضا شاه خامنه‌ای، قبل میرو گفتم خدای خامنه‌ای هم هست. همین عکس وقتی که عکس خیلی خوشگل بود، من رضا شاه چون از بچگی من دوست داشتم، عکس خوشگل چی تو دفتر من میام داشتم. همین عکس وقتی که قاسم سلیمانی که موقع گفت این مثلا شاگردی بوده با این هست، با شاگرد خامنه‌ای، دید گرفت نگاهش کرد ماچش کرد، گفت من اینو از پدرم یاد گرفتم.